با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، باز روز دیگری آمد و بنده در خدمت شما و صدای شما، اظهار نظرتون، انتقاداتون، محبتهاتون و همونطور که عهد بسته بودیم این رشته ادامه دارد تا اون روزی که بتونیم مستقیما با هم صحبت کنیم. همین اولشون برنامه شما و ایران فرداست، بگویم براتون، یه وقت پیش خودتون نگید آقا وعده دادی اول نوامبر روی هاتبر چی شد؟ ببینید انتقال از یک ساتلایت به ساتلایت‌های دیگه، به خصوص ما اینجا که تابع قانون هستیم، عضو آفکام هستیم، همه کارامون رو نظم و قانونه، گاهی اوقات یه اشکالاتی تو آخرین لحظه پیدا میشه که یه مقدار باعث میشه آدم کارش به تغییر بده. ولی من به شما قول قطعی میدم، یعنی دیگه با تمام وجودم بهتون قول میدم، مطمئن باشید در اولین فرصت ما در خانه های شما به شکل بهتری ظاهر خواهیم شد. حالا در یاست، در هاتبت، هر کدوم زمینه بهتری برای ما فراهم کردن و امکان حضور بیشتر. فعلا مشغول مذاکره ایم. یاست که منطقه خاورمیانه را همه رو پوشش خیلی خوبی میده، در رابطه با اروپا هم به ما گفته یه بیم مخصوص اروپا رو دارن راه اندازی میکنه. اگر این کار بشه که دیگه تمام ناراحتی های من برطرف میشه و امیدواریام زیادتر. در مورد آمریکا هم همینطور، از اول سال نو دنبال این هستیم که بتونیم آمریکا هم در خدمتتون باشیم. جی ال ویز هم یک سری برنامه‌های تازه تدارک دیدی که به ما هم لطف عطای معینی مثل همیشه شامل حال ما هم میشه و امیدوارم اونایی هم که از ساتلایت نمیتونن ما رو ببینن از طریق جی ال ویز این امکان براشون فراهم بشه. میریم و اظهار نظر اولین بینندمونو گوش میدیم. نه اینکه اولین باشه، اولین در امروز. درود بر جناب آقای نوریزاده و همینطور به کارکنان محترم رادیو تلویزیون ایران فردا. از جناب آقای نوریزاده تقاضا دارم با توجه به در پیش بودن 21 آذر که یکی از روزهای مهم برای مملکت و ملت ما بوده و اون شروط آذرآبادگان، تقاضا دارم که به مناسبت های مختلف این شروط رو از تلویزیون ایران فردا پخش و در مورد اون روز اطلاعات کامل به ما بفرمایید. متشکرم. بسیار ممنونم هموطن عزیزم. مطمئن باشید 21 آذر یک روز مهم و تاریخی در سرزمین ماست، روزی که آذربایجان سر ایران که یه مدتی در واقع تلاشایی میشد برای جدا کردنش نشون داد و ثابت کرد که واقعا آذربایجان سر ایرانه. و همونطور که دلاوران آذربایجانی در مشروطه اون فداکاری ها رو کردن، در 21 آذر هم نیز این رو شاهد بودیم. اما در این زمینه ظلم هایی هم شد. اگر ما قراره که عادلانه به تاریخ نگاه بکنیم باید به اون ظلم ها هم بپردازیم و حتما این کار رو خواهیم کرد. ممنونم. هموطن بعدی. یه نظر دارم. صحبت دیروزتون در مورد اون عقاید اهل حق که در قم همچون مانوری دادند و تن آمریکایی‌ها را می‌کشیم و اینا، یا مثلا آقای که امروز صحبت می‌کنید امیر انتظام و بقیه اینا، فکر نمی‌کنید اینها چطور بگم تنگ هایی هست که انگلیس داره در جلوی راه آمریکا میندازه و نمیخواد آمریکا دوباره بیاد اینجا در ایران و دست پا پانتویتینه و منافع انگلیس در خطر بیفته؟ این باره میخواستم مفصل، شما بیشت ماهی موارد را سراغ دارید و ذهنتون متبادر هسته، اینا برای ما بفرمایید. ممنونم دوست عزیزم. بگذارید یک چیزی براتون بگم. تا شاید 1950 میشد گفت که دست انگلیسا در سیاست بود، آدمهایی داشتن وابسته که در شرایط خاصی ازشون حمایت میکردن، حتی رقابتی بود
که این رقابت در جریان ملی شدن نفت به نفع ملت ایران بود. آمریکا به عنوان یک دولت آزادیخواه و طرفدار جنبش‌های مردمی در کنار ملت ایران و در پشت سر جنبش ملی شدن نفت بود. اما وقتی آیزنهاور انتخاب شد و چرچیل هم که در انگلیس بود، آمریکایی‌ها را قانع کردند و به قول زنده‌یاد زیرکزاده میگوید که هیچ وقت ما باورمون نمیشد در مورد نفت یک کشور یه دفعه جامعه بین‌المللی با هم همصدا بشه. اما این ماجراها به هم ریخت. یه نکته ساده‌ای رو براتون بگم. در زمان شاه، به خصوص اون 15 سال آخر، کسانی بودن ممکنه تمایل به بریتانیا داشتن، ولی اینا رو در میان دولت مردان کمتر میدیدیم. مسئولان مملکتی همه سناشون بین 45 50 55 یه همچین سنی بود. اغلبشون تحصیل کرده غرب بودن، یا آمریکا یا فرانسه یا بریتانیا، ولی اغلبشون آدمای وطن پرستی بودن. حالا بگذاریم از یه عده در میون اونا که دست کجی داشتن، اینا تابع سیاست انگلیس و آمریکا نبودن. مرحوم هویدا به هیچ وجه انگلیسی یا آمریکایی نبود، یک ایرانی خالص بود. و دیگران هم همینطور، خیلی های دیگه. اینکه انگلیس بیاد یکی رو مأمور کنه نبود. انگلیسا دستشون کوتاه شده بود. فکر نکنید مثلا فراماسونر یکی بود، یعنی نوکر انگلیس. به هیچ وجه کلابای فراماسونری تقریبا شده بود مثل لاینز، مثل روتاری کلاب، و دیگه اون بساط سابق و حال شریف امامی انگلیسی بود. و نه، حالا اگرم یه وقتی تمایلات داشت، شریف امامی رو انگلیسا به جرم پرو جرمن بودن، جرمنوفیل بودن در زمان جنگ جهانی دوم، همراه با خیلی های دیگه از جمله تیمسار زاهدی، یا تبعید کردن. و بنابراین نمیشه گفت که اینا انگلیسی بودن. یا در یه شرایطی طرف میسنجید میگفت بله، زمان وسوق الدوله اینجوری بود. پرسیدن چرا تو قرار داده امضا کردی؟ گفت من نشستم حساب کردم، مملکت داغون نابود، یگانه راه نجاتمون این بود که بریم از انگلیس ها کمک بگیریم. یا سیزیادین میگفت من دیدم در دشمنی با انگلیس نابود میشی، ولی در دوستیشون ممکنه برای مملکت هم یه کارایی بکنی. اون اندیشه گذشت. امروز اگه فکر کنیم رقابتی بین انگلیس و امریکا وجود نداره، با هم در عراق رفتن، با هم در افغانستان رفتن، در جریان 5+1 سیاست هماهنگ داشتن، بسیار هم به هم نزدیکن، یعنی واقعا بزرگتری متحد آمریکا انگلیسه، رقابتی وجوده. اگه مسئله نفت رو میگید که کمپانی های نفتی دیگه بریتیش پترولیوم انگلیسی نیست، نصفشو آمریکایی‌ها دارن، نمیدونم آلمانی‌ها، اصلا همه چی به هم ریخته. سیاست همین گلوبالایزیشن در اقتصاد بیشتر تجلی پیدا کرد. و بنابراین دوست من زیاد به این مسئله اعتقادی ندارم. میبخش هموطن بعدی. دکتر نوریزاده سلام و درود بر شما. یک سوال از شما داشتم. اولا که میدونم و همه میدونن که شما معلوماتتون فوق العاده است، از همه جای دنیا با خبر هستید، از آسیا، اروپا، آمریکا، ایران و تمام سران دنیا رو میشناسید. این برای من خیلی تعجبه که چطور همه این سران دنیا رو میشناسید، از گذشتهشون، از خیلی سالهای پیش. و در ضمن یک سوال دیگه داشتم، میخواستم ببینم شما چطور زبان عربی را تقریبا مثل زبان مادری بلد هستید. آیا شما در خارج از ایران در یک کشور عربی تحصیلات عربی را انجام دادید؟ اگر کسی که اینقدر معلومات دارد از زبان ادبیات عربی، حتما باید چند سالی در یک کشور عربی زندگی کرده باشه. چطور امکان داره شما اینقدر معلومات دارید در زبان عربی؟ و در ضمن یک سوالی دیگه داشتم، واژه نحله چیست؟ نحله. متشکر میشم اگر جواب من رو بدید. خداحافظ. ممنونم هموطن عزیزم. یادگیری یک زبان نه نبوغی میخواد، نه چه، فقط تلاش
و عشق. من جوانی دیدم که 23 تا زبان بلد بود، فیلمش هم دارم، اتفاقا به دوستان گفتم یه روز پخشش کنیم، که زبان فارسی رو از همه بیشتر دوست داشت. یه جوان آمریکایی 17 ساله. خب من در پدرم زبان ادبیات عربی رو خوب میدونست و علاقه داشت، من یاد میگرفتم از همون نوجوانی، قصیده های طولانی حفظ میکردم و او به من پول میداد برم کتاب بخرم. خیلی محبت داشت در این زمینه، هم شعر فارسی هم ادب عربی. بعدم یه معلمی داشتم، کلاس هفتم بودم، پدرم او رو گرفت. آدمی بود که علیه لباس آخوندی خودش انقلاب کرده بود، پرتش کرده بود و یه کلاه سرش میذاشت آقا سیف، و این اومد به من عربی رو حوزوی درس داد، یعنی قواعد عربی رو تو یک سال به بهترین وجه به من یاد داد. رادیو زیاد گوش میکردم، روزنامه میخوندم. اقامت من در کشورهای عربی هیچ وقت از دوران طولانی نبوده، گذرا خیلی بودم ولی بسیار کوتاه مدت. این نبود که من برم اونجا عربی رو یاد بگیرم، یاد گرفتم. بعد شروع کردم ترجمه کردن، پدرم کمکم کرد و به مرور بسیار علاقمند شدم، شروع کردم نوشتن. همون دانستن قواعد و اینا کمکم کرد. بعد در یک مجله عربی کار میکردم، در الشرق الوسط کار میکردم و هنوزم همکاری دارم. بعدم رادیو تلویزیون عربی هم الان دیگه من رو دعوت میکنن، در اونجا میرم و طرف گفتگو هستم. علاقه بود و خوندم و کتاب عربی ترجمه کردم، شعر عربی. اما نهله که شما اشاره میکنید، شما وقتی درباره مکاتب سیاسی یا فلسفی صحبت میکنید، مثلا میگید نهله های فکری مختلف، در واقع شما به گزینه های فکری مختلف اشاره میکنید، به نمونه های مختلف فکری اشاره میکنید. این نهله با اون نهله این تفاوت ها رو داره، یعنی یک گزینه فکری مشخص این تفاوت ها رو با گزینه دیگر داره. در واقع علما به این شکل بهشون نگاه میکنه، مثلا کتابی از الملل و النحل مال شهرستانی به این شکل نگاه میکنن که اون گونه گونی اندیشه، گونه گونی مدرسه فلسفی یا مکاتب فلسفی فقهی سیاسی، حتی نهله های سیاسی مختلف، این بستگی داره به اون ترکیبی که ازش استفاده میکنیم. ولی در واقع زمانی که به گونه گونی یک معنا و مفهوم فرهنگی و فکری و فلسفی اشاره میکنید، استفاده از نهلم ضروری میشه. بله، هموطن بعدی. سلام، زنده باشین. تلویزیون آقای نوریزاده، محبوب ما. میخواستم بگم چه خوب شد که اصغر قاتل تو این زمان نبوده، وگرنه آقای خامنه ای با یا اون وردست خودش میکرد یا رئیس جمهور ما میشد. ممنونم ازتون. متشکرم هموطن عزیزم، لطف دارید. این تلویزیون من نیست، هرگز من نمیتونم بگم تلویزیون من، برنامه پنجره رو به خانه پدری برنامه منه، ولی این تلویزیون متعلق به همه همکاران منه که با زحمتهاشون این امکان رو دادن که ما فعلا روزی 6 ساعت برنامه تولید کنیم، ولی قول میدم به زودی 8 ساعت خواهد شد، بیشتر در منازل شما خواهیم بود. تکرارها هم البته هست. هموطن بعدی من. با درود به جناب دکتر علیرضا نوریزاده عزیزم، من سالیان سال با صدای تو از پشت سیم و خط و فاصله از رادیو عاشق شدم، عاشق کلمات، عاشق انسانها، انسانهایی که با من و تو زندگی کردن. ما یک عمر صدای شما رو شنیدیم و با حرفهای شما بزرگ شدیم، تا به این که به این بزنگاه آخر رسیدیم و یا مهاجرت کردیم. امروز من و شما به اعتقاد من موظف هستیم که عاملین این مردم کشی رو در ایران به دادگاه بکشن، نه اینکه از درون نگاه بکنیم، چون خمینی و خامنه‌ای و اطال اونها کاره نیستن، کسانی که این آقایون رو آوردن و به اسم شعار حقوق بشر، نقض حقوق بشر، رژیم شاه رو به هم ریختن. من پدرم اول انقلاب به جرمی که خلبان نیروی هوایی بود اعدام شد، فقط به جرم اینکه خلبان بود، در صورتی که هیچ وابستگی سیاسی هم به هیچ یک از ارگان‌ها نداشت. ولی به هر حال
این وظیفه ما ایرانی هست که این بر بتونیم افرادی رو که اومدن به شعار نقض حقوق بشر رو دادن و اون رژیم رو آوردن پایین با هیچ و بدون بهانه واقعا قابل لمسی اونها رو به دادگاه بکشیم. کارتر رو میشه آورد، کارتر رو میشه به دادگاه کشید به خاطر اینکه عامل اصلیش بود. در این 30 چند سالی که این رژیم سرکار، دکتر عزیزم، به اندازه 35 روز دوره شاه جنایت شاه به اندازه 35 روز 35 سال اینها جنایت نکرد که اینها کردن، دزدیدند، خوردند، بردند، به ناموس مردم تجاوز کردند، که اعدامهایی که نکردند، مگر خاورانها رو وجود نیاوردند، مگر پارک لاله‌ها رو وجود نیاوردند. دکتر باید با هم باید بلند شیم. من برنامه هاشو گوش میکنم، هنوزم که هنوز پایبندت هستم، هرچند ما هم دیگر رو ندیدیم. من در نیویورک زندگی میکنم، اگر یک روزی هم اومدی این سمت قدم از یه چیز صد درصد شماره من رو داری روی تلفنت میتونی با من تماس بگیری و من میزبان بشم. از همینجا باز درود میفرستم به شما جان چالنگی، آقای مهودی عزیز و همه همکاران، کسانی که به هر حال این صدا و تصویر رو به وجود آوردن و تونستن این کار بزرگ رو انجام بدن و مردم رو بیشتر با واقعیت ها آشنا بکنن. امیدوارم راهتون همیشه باز و همیشه سربلند باشید. سپاسگزارم، سپاسگزارم. بسیار متاسفم که پدر گرامی شما که مورد احترام همه ما بود اونطور ناجوانمردانه اعدام شد. و از اون ناجوانمردانه تر کتاب آقای آذربرزینه که تمام این شهیدان واقعا به معنای واقعی، نه مفهومال دینیش و غیره، کسانی که در راه آرمانهای ملیشون به دست این رژیم بری از هر نوع شفقت و انسانیت تیرباران شدن. این کتاب آقای آذربرزین رو من خوندم، اعصاب منو خورد کرد، چون حداقل در بعضی روزا واقعیت رو میدونستم. روزی که آقای آذربرزین پیش آقای مهندس بازرگان بود، چند نفر ما بودیم اونجا پیش آقای مهندس بازرگان، ابوالفضل خوب یادشون اون روز رو و حرفای آقای آذربرزین هم یادمه. و بعد بیاد در یک کتاب همه رو متهم بکنه، خودش یادش بره که چجوری به دستبوس آقای خمینی رفت، خیلی تلخه. ولی عقاب همیشه عقاب میمونه، نادر جهانبانی همیشه عقاب و هیچ وقت فراموش نمیکنه ملت ایران آیت محققی رو، مهدیون رو، ربیعی رو و همه اون عزیزانی که جان باختن، اونایی که در جنگ ایران و عراق جان باختن برای دفاع از میهنشون، میهنی که حاکمانش به اونا بد کردند و خنجر رو در پشتشان نشاندن. یه روزی آقای رفیق دوست و محسن رضایی و اینا همه باید بیان جواب بدن. ری شهری جنایتکار باید بیاد جواب، راست میگی دوست من. هموطن بعدیمون. آقا با سلام خدمت شما، گله‌ای داشتم از تلویزیون ایران فردا، برنامه های آقای میبودی موقعی که باز پخش هستش اعلام نمیشه روی صفحه تلویزیون. اینو خواستم خواهش کنم برای ما پیرمردا رعایت بکنید که اگر برنامه باز پخش هست اون بالا بنویسید و ضمناً ظاهراً یه اوبلیگیشن هم هست نسبت به این قضیه. خیلی متشکرم، میشم موفق باشید، پیروز باشید، روزتون خوش. ممنونم دوست عزیزم. ببینید روزی که آقای میبودی برنامهشون دوشنبه، چهارشنبه و جمعه است، همون روز کل برنامه تکرار میشه. یعنی بنابراین شما برنامه‌ای که ساعت 7 شب به وقت تهران آغاز میشه 6 ساعت ادامه داره تا 1:30 شب، دوباره از 1:30 شب 6 ساعت ادامه داره تا 7 صبح، 7 دوباره ادامه داره تا 1 بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر هم دوباره ادامه داره تا ساعت 7 شب. منتها 7 شب دوباره برنامه جدید آغاز میشه. اینه که شما 3 نوبت تکرار برنامه رو دارید، نیازی به اعلام نیست، چون هموطنان ما دیگه میدونن وقتی شما 6 ساعت برنامه دارید عین این 6 ساعت تکرار میشه. بله، و بار اولو که میبینید در اعلام برنامه هست، اما نوبت‌های بعدی دیگه نیاز، چون ساعتش فرق میکنه،
در نوبت‌های بعدی نمیتونیم دوباره بنویسیم، ولی شما خودتون میدونید برنامه بالاش نوشته که برنامه تکرار داره میشه. سپاسگزارم هموطن بعدیم. باستان خسته نباشید. خواستم بگم این قاضی های دادگستری رشوه خورن، واچ خورن، طرف دوست هستن، خودشون دوست هستن، رشوه میخورن. مامورین انتظامی، نیروی انتظامی رشوه خورن، واچ خورن. مثلا کسی که شکایت کرده باشه شکایتشو معنی تعقیب صادر میکنن، از دست سارق که شکایت کنن معنی تعقیب صادر میکنن و میگن که از کجا معلوم بوده شده که این مال تو برده، از کجا معلوم بوده انقدر پول داشتی یا طلا داشتی، از کجا معلومه. طرف دزد رو میگیرن. اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید چیکار کنیم؟ به کجا بگیم؟ طرف دزد به چرا میگیرن؟ طرف چیز ها کسی که پارتی داشته باشه، پول داشته باشه، حالا رابطه با ضابطه، رابطه مساویس با ضابطه. بله دوست من، در کشوری که قضاتش یک ناظم یا مدیر مدرسه متجاوز به بچه های 7 ساله تا 10 ساله رو میاد میگه تعدادی از اینا خودشون تمایل داشتن، یعنی بچه 6 7 ساله 8 ساله خودش تمایل داشته، میدونید چرا؟ برای اینکه اون قاضی خودش هم این کار است. اما یه نکته بهتون بگم، اینا رو فکر کنین روش. در تمام دوران 37 ساله محمد رضا شاه، شاید در کل دادگستری شما 4 تا 5 تا قاضی پیدا میکردید که به اون سوگند وفادار نبودن یا کار خلافی کردن. آنقدر قضات با شرفی داشتیم که بعضن در وضع مالی خوبی هم نبودن، اما محال بود رأی ظالمانه بدن. من دیده بودم در دادگستری ما قضاتی بودن، دادستانهایی بودن، خدا فشارکی نمیدارم کجا سلام هست یا به رحمت خدا رفته، در جریان دعوای خواهر پادشاه با همدانیان علیه خانم اشرف پهلوی رأی دادن و به نفع همدانیان، و حتی در این مورد خب خواهر توأمان شاه به برادرش متوسل شده بود، گفته بود نه. میخوام بهتون بگم ما همچی قضاتی داشتیم. مرحوم وجدانی، مرحوم قانع بصیری، دکتر نصیری، اینا چه کسانی بودن؟ وقت جاشون رو نگاه کنید. قاضی حداد، قاضی سعید مرتضوی. هموطن بعدی. سلام، من میخواستم بگم به این سالگری که یه دقیقه پیش سوال کردن از آقای نوریزاده در رابطه با آقای جمشید چالنگی و خود ایشون و آقای سازگارا، مگه مصاحبه یا دیبیت آقایونی که میخواستن رئیس جمهور بشن ندن که بگیرن یک نفر گوینده که بشینه یک سوال کنه، به هر کدوم 5 دقیقه وقت بده جواب بدن؟ اینجوری که نیستش که، باید توی دیبیت بحث بشه، گوینده مجری باید توانایی این کارو داشته باشه که نباید بشه یه مجسمه اونجا بشینه و فقط سوال کنه و وقت بده و تایم کیپر بشه. در صورت خیلی ممنون، متشکرم. کاملا بندم با شما موافقم، به همین دلیلم پاسخ منو لابد ملاحظه کردید، کاملا حرف شما درست. هموطن بعدی. الو، سلام آقای نوریزاده، حالتون خوبه؟ خوب هستید؟ خیلی ممنون که ما رو روشن میکنید. من از ایران زنگ میزنم، امیدوارم که شما بیاید ایران و رئیس جمهور بشید، نخست وزیر بشید. شما لیاقت این کارا رو دارید، لیاقت دارید، چون روشن فکرید. از تهران خدا سپاسگزارم. هرگز برای من چنین آرزوی نکنید. میدونی آرزوی من چیه؟ آرزوی من اینه که همون میزم و تو روزنامه اطلاعات داشته باشم و اون اتاق کوچکم و تو رادیو تلویزیون. بله، من باید همون کارمو بکنم. اگر من بتونم با نوشتم و با تصویر و صدام بتونم اندک کمکی بکنم به جامعه‌ام، بسیار بسیار راضی و سپاسگزارم. حال از راه دوره، امیدوارم یه روزی در خانه پدری نیز نصیب من بشود. هموطن بعدی.
با درود خدمت آقای نوریزاده و کارکنان محترم تلویزیون ایران فردا. من یک پیغام برای آقای نوریزاده دارم. ایشون برنامه سیاسی دارن که خیلی خوبه، به خصوص راجع به اخبار دنیا کشورهای دیگه، ولی بعضی روزا خیلی حاشیه میرن، اصلا موضوع اصلی و اولی رو یادشون میره، حاشیه میرن دیگه، میرن تو خاطرات چه میدونم 40 سال پیش و 30 سال پیش. خواهش میکنم یه تغییری در برنامه تون بدین آقای نوریزاده، حیفه، حیف برنامه شماست. سپاسگزارم. هموطن عزیزم، یه نکته رو بهتون بگم. من 40 ساله، حالا یا بیشتر یا کمتر، بیشتر البته، اینجوری ساخته شدم، نوشتم، گفتم، تو این مایه است. اینم برای خودش یه مکتبی است، خیلی هم میپسندن. امیدوارم این هموطن من به اینم توجه داشته باشه. وقتی من نشستم در برابر دوربین، من یادداشت و نوشته با خودم ندارم، فقط رؤوس مطالب رو می‌نویسم، چون قبلا هوم‌ورکم رو انجام میدم، قبلا نگاه میکنم، مطالعه میکنم، آماده هستم، رؤوس مطالب می‌نویسم. حالا بنده دارم راجع به یه موضوع سیاسی حرف میزنم، یه دفعه یادم میفته به یک موضوع مشابه 40 سال پیش یا 30 سال پیش، یا یادی از عزیزی یا دوستی یا کسی میکنم، درباره اونم صحبت میکنم. حالا این انقدر براتون سنگین نباشه، از صبح تا شب داریم ما راجع به سیاست حرف میزنیم. گاهی اوقات اجازه بدیم دلمونم وارد میدون بشه، عواطفمون، خاطراتمون. بالاخره من اینا رو باید بازگو کنم. من در زندگیم خیلی تجربه داشتم، خیلی با آدمها برخورد کردم، اینها باید بازگو بشه. و چه بهتر تو این دیدار یک ساعته‌ای که روزانه با هم داریم این حرفا مطرح بشه. شاید برای نسل جوان به قول قدیمی ها مفید فایده باشد. سپاسگزارم، ولی سعی میکنم چشم رشته کلام پاره نشه. ممنونم. هموطن بعدی، سلام آقای نوریزاده، امیدوارم که خوب باشید و بتونید از تمام این پس این مشکلات بر بیایید. من مطلبی رو که مخواستم بگم خدمتتون این بود که امروز توی سایتتون یه آگهی دیدم، نمیدونم چجوری بگم، خودتون حالا نمیشه شده، تلویزیون ایران فردا جهت تکمیل تیم خبر خود در زمینه‌های مجریگری و تهیه و تنظیم. به نظر شما این غلط نیست؟ مجریگری، مجری خودش مجری مشخص دیگه، مجریگری دیگه نمیدونم، شاید هم سواد من قد نده، خودتون اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم. بسیار ممنون، کاملا حرف شما درسته. مسئول آگهی ما باید پاسخگو باشه. ممنونم ازتون. گاهی اوقات اینقدر کار من زیاده این جزئیات از دستم در میره، ولی بسیار ممنونم که شما با دید ریزبینتون این نکات رو، بله غلط مجریگری، کاملا ممنونم ازتون. هموطن بعدی، سلام آقای نوریزاده، ارادت دارم. من یکی از اونایی هستم که اول با آقای بهارلو کار میکردیم در صدای آمریکا، گفتم که از داریوش و از گوگوش انتقاد کردم که اون موقع اینو میخوندن و تثبیت شد، شما یه جوابی دادین، حالا من همون هستم، چند سال به چند سال یه موقعیت بشه. من میخواستم اینو میگم خدمت شما که آقای نوریزاده، من تا حالا یه دفعه آمریکا بودم، بعدی که کارتر برگشته بود از ایران، باور کنین یه حسی داشتم که این خدا قوت ما رو بخیر کنه، حالا هر کی ممکن خیلی بوده مثل من. بعد که اومد، من از اون یه رفیق داشتم خلبان بود، در اونجا پرسیدم که این کشاورز بوده، بلالکار بوده، چجوری شده که اومده پرزیدنت؟ گفتش، اون جواب داد در اون موقع، یعنی 35 سال میشه فکر میکنم، یعنی اومد گفتش که هر چند سال یه دفعه آمریکایی‌ها یه آدم بیورزه رو میارن که همه چی رو به هم بزنن، بعد دوباره یه چیزی میارن درست کنه. اینم همین شد، مثل این که حالا کاری نداره. الان بعد از آقای اوباما انتقاد دارم که یک دونه، یک دفعه این ایشون نیومد التیماتومی، یک غیر مستقیم یه التیماتوم بده،
همش گفتش که این رومیزه، نمیم جنگی رومیزه، که این ملت ایران هم همچی چیزی نمیخوان. من میخواستم بگم که اگر شما یادتون باشه زمانی که ملوانا رو گرفتن، ملوانای انگلیسی رو گرفتن، در گفتن 4 متر همه از آبای اومدن تو آبای ما، تونی ولر از اون خونه اومد بیرون، فقط یه چیزی گفت من یادم، تو آرشیوتون حتما دارین آقای نوری‌زاده، در اومد گفتش که من دوست دارم 48 ساعته اینا آزاد بشن، بعدش نمیدونم چی میشه. همینطور همین که من میگم، گفت بعدش نمیدونم چه اتفاقی میفته. دیدین که چیکار کردن، لباس دوختن اتاشون، فرش دادن، همه چی دادن بهشون، با سلامات سلوات 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 فرستادن انگلستان. من نبودم این مرده که اصلا چه کاری اصلا انجام داری یا چه کاری اصلا دنیا انجام داده با این دهایش و با اون سوریهش و بلان اینا. آیا حرف اون ایشون خلبانه درسته که هر چند سال یه طرفی آدم بیورزر میارن بدن درست کنه؟ ممنونم دوست عزیزم. اولا آقای کارتر درست مزرعه بادام داشت و ولی فرماندار بود، فرماندار جورجیا بود، بعد به هر حال در حزب دموکرات در اون مرحله اول جنگید و برنده شد، نامزد حزب شد، در انتخابات شرکت کرد. نگاه متفاوتی داشت، تصور میکرد حقوق بشر باید محور اصلی همه فعالیت‌ها باشه، منتها در ارزیابی وضع کشورها اشتباه بزرگی میکرد. اون تبلیغات عظیم علیه شاه رو باور کرده بود، اومد ایران، جامشو به سلامتی شاه بلند کرد، برگشت اون مدل رفتار کرد. رفتارش در واقع از دید خودش قابل توجیه بود، مردمی رو که تغییر میخواستن یاری داد، اما در رفتار بین المللی و مساله و همه چیز یه مقدار ارتباطات انسانی هم اهمیت داره. شاه مریضی که خودش آماده کاسته شدن از قدرتش هست و آماده است برای مرحله انتقالی، اونجور زیر فشار گذاشتن و به قول تیمسار ربیعی بیان بگیرن و پرتش کنن بیرون ناجوانمردانه بود. آقای اوباما هم بر مبنای همون سیاست معتقده که باید کشورها رو یاری رساند در زمینه حقوق بشر و غیر و غیره، منتها آدم این استوار در سیاست گذاری نیست. نگاه کنیم ببینیم وزرایی که ترکش کردن، که خانم کلینتون دیگه نتونست تحملش بکنه. و یه نکته رو بهتون بگم، آقای جواد خادم وزیر مسکن دولت زنده یاد دکتر شاپور بختیار که این آخریا باز فعالیتی کردن در قالب مجموعه‌ای که بندم در اون بودم، یه مقاله‌ای نوشته که ترجمه فارسیش در گویا نیوز آمده، دلم میخواد برید بخونید. حرفی زده که بسیار حرف منطقی است، که آقا این قرارداد اتمی اگر آمریکا شرط یک قرارداد کامل رو این میذاشت که در ایران انتخابات آزاد برگزار بشه، در صورت یک انتخابات آزاد و انتخاب شدن نمایندگان واقعی ملت، نه آمریکا نه همسایگان نه دنیا هیچ نگرانی دیگه نداشت که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بره، چون هیچ ایرانی آزاده‌ای که معتقد به دموکراسی و مبانیش باشه دنبال بمب اتمی نیست، دنبال اقتدار ایران در دموکراسیش، در ضمانت حقوق مردم، در رفع تبعیض بین زن و مرد، بین اقوام ایرانی، بین اصحاب مذاهب مختلف. ای کاش آقای اوباما این پیش شرط حقوق بشر رو اینجا در مذاکرات اتمی می آورد، فقط دنبال این نباشن که سانتریفیوژا بشه 4000 تا، با 4000 تا یا 3000 تا هم جمهوری ولایت فقیه بمبش رو تولید خواهد کرد، با 4 تا انبار زیر زمینی میرن همین کارا میکنن، کما که الان دانشش رو دارن. اما اگر مسئله انتخابات آزاد بود و تحریم ها لغو میشد در صورتی که در ایران انتخابات آزاد برگزار میشد، هرگز دولت منتخب مردم، پارلمان منتخب مردم دنبال بمب اتمی نمیره. من با شما در این زمینه موافقم. بی تصمیمی های آقای اوباما کار رو به اینجا رسوند. هموطن بعدی. سلام عرض میکنم به کارگردان اداره کنندگان تلویزیون خوب ایران فردا، من یکی از علاقمندان برنامه شما هستم.
تمام برنامه شما بسیار خوب، فقط من یک ایراد دارم به برنامه آقای شلنگی که ایشون هر برنامه اجرا میکنه به اون دعوت کننده یا به کسی که میخواد باهاش مصاحبه بکنه فرصت میده صحبت کنه، و ایشون رو من معتقدم به عنوان دعوت، یعنی دعوتش کنید توی برنامه به عنوان مهمان و ایشون صحبت بکنه، چون خیلی خیلی زیاد صحبت میکنه و امان نمیده به اشخاص و یه مقداری هم گرد بیش از حد بدبینی در برنامه ایشون هست که در سایر برنامه هاتون نیست. بسیار متشکرم، برنامه های بسیار خوبی دارید، خدا نگهدار شما باشه. دوست عزیز، من درباره این که آقای چالنگی یک روزنامه نگار و برنامه ساز قدیمی با تجارب بسیار از رادیو تلویزیون ایران تا امروز، از مجله تماشا، از روزنامه آیندگان، بعد از این همه سال کارشو بلده و میدونه اونجایی که آقای چالنگی مداخله میکنه ضرورت داره، چون یک مهمان یک بار غرق حرفای خودش میشه میره جلو و همجوری ادامه میده، اون ناچار بیاد و جریان بندازه، چون دو نفرن یا سه نفرن و هر کدوم باید فرصت اظهار نظر داشته باشن. نگاه کنید به برنامه‌های این مدلی در تلویزیون‌های بین‌المللی، در بی بی سی انگلیسی یا برنامه‌های عربی مثل العربیه ببینید. خود من وقتی میرم اونجا که آه بخش داغه داغه، یعنی دو سه نفر با هم و گوینده یا مجری برنامه یا تهیه کننده برنامه که همه این کارا رو هم به عهده داره میاد و اظهار نظر میکنه. آقای چالنگی هم از این کار منتها شما هیچ وقت ندید آقای چالنگی بخواد عقیده خودشو تحمیل کنه. او در اونجا سعی میکنه هیجان ایجاد بکنه، دو طرف به جریان بندازن، اندیشه‌های خودشون بگن، واقعیت‌ها رو بیان کنن، در پشت یک فساد، در پشت یک پرده خودشونو پنهان نکنن، بلکه واقعیت رو بریزن بیرون، و این از مهارت‌های اوست. و بنابراین گاهی اوقات هم که یه خود ممکنه به نظر شما عجیبیت، به هر حال بنده من میجور، هر کسی ممکنه در اون لحظه یک حرفی خیلی برای ما سنگین باشه و ما ناچار بشیم یه اظهار نظری بکنیم. اینو به حساب کلیت برنامه نگذارید، که همه آدم ها اجازه دارن، مجال دارن بیان حرفشون رو بزن. ممنونم. آخرین پیام هموطن رو بشنویم که وقتمون تموم شد. سلام عرض کردم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، مجدداً تماس میگیرم خدمت شما. من اینو بخوام از شما سوال بکنم، برای این آخوند فخرالدین حجازی اگه خاطرتون باشه قبل از انقلاب میرفت بالای منبر سخنرانی میکرد، خیلی دلم میخواد بدونم که برای این آخوند کثیف چه اتفاقی افتاد، هنوز هست یا نیست؟ دوست عزیزم، بله، فخرالدین حجازی آخوند نبود، مرحوم سید عبدالرضا حجازی آخوند بود که رژیم اعدامش کرد، ولی فخرالدین حجازی فکولی بود که بعد از 28 مرداد سرمقاله روزنامه خراسان می نوشت و به پادشاه تبریک می گفت که بر دشمنان ملت غلبه کرده. آقای خمینی که آمد بهش گفت بگو خودتی، یعنی خودت امام زمانی. نماینده مجلس بود، بیماری سختی گرفت، سالها در بستر بود و عاقبت درگذشت. حالا دیگه بعد چه شد نمیدونم، ولی درگذشت و رفت به رحمت خدا. من این دفعه خیلی حرف زدم، ببخشید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همین ساعت و همین روز.